بیا پاهاتو بذار بالا بشین دیگه. آره همینجوری. سلام علیکم. علیکم سلام. این چیه؟ شیرینی. به چه مناسبت؟ دهنتون رو شیرین کنین. من کار پیدا کردم. واقعا؟ تبریک میگم پسرم. خدایا هزار مرتبه شکر. حقوقش خوبه؟ از حقوق قبلیم کمتره اما... خب مگه چقدره؟ 25,000 تا. 25,000؟ یعنی نصف حقوق قبلیت؟ زندگیمون چطوری بگذره؟ الان یه عضو دیگه هم اضافه شده. چی کار کنیم؟ مادر، از بیکاری بهتره. اولشه درست میشه. میدونین که این روزا کار خیلی سخت پیدا میشه. تحصیلات منم که نصف و نیم است. بهتره یه ذره شکرگزار باشی قدسی. نه، تا اگر با این دختر ازدواج نمی کردی ما هم به این وضع نمی رسیدیم. میگن بعد از ازدواج تقدیر عوض میشه اما تو تقدیرت بدتر شد. از خدا بترس قدسیه. بد نیست یه حرف خوبم از دهنت در بیاد. شما نگران نباشین مادر، انشالله کار بهتر پیدا میکنم. دارم به لطیفم کمک میکنم، یه مقدار پولم از اون میگیرم. مگه چقدر پول میخواد بده؟ چند هزار تا میده، حتی خرج خریدای آشپزخونه رو هم نمیشه داد. از یه طرف زنت خرج داره، خواهراتم باید ازدواج کنن، چطور با اون پول مدیریتش کنی؟ اون دوستم آیشه هست که اکثرا میاد خونمون. داداشش تازه ازدواج کرده. زن داداشش 24 ساعته مثل عروس و آرایش میکنه تو خونه میچرخه. اما زن داداش شما آرایش کنین دیگه. ترسیم به من بگین اون چمدونتون کجاست. از توش یه لباس انتخاب میکنم و شما حاضر شین. نه من عروسم. وانم میخوام اون لباس ها رو بپوشم. زن داداش شما برای داداش بهادر حاضر شین. اگه شما آرایش کنین اون خیلی خوشش میاد. به هیچ وجه. عیبی نداره. زن داداشت با این لباس هم خیلی خوشگله. بیا دهنتو شیرین کن. به چه مناسبت؟ کار پیدا کرد. خب برای مامان بابات ببر. برای چی برای من آوردی؟ برای اونا هم بردم. الان نوبت توه. کار تو با من چه ارتباطی داره؟ چرا؟ ببینم تو خوشت میاد شوهرت بیکار باشه؟ به نظرت بد نیست؟ نیازات چطوری برآورده میشه؟ یعنی تو فکر میکنی میتونی نیازه منو برآورده کنی؟ در حد توانم میتونم. تو میتونی من چطور زندگی داشتم نه؟ میتونی همچین زندگی به من بدی؟ گیتی اون زندگی رو که شاید من نتونم بهت بدم. البته شاید کم بودایی که تو اون خونه حس می کردی و نمیذارم تو این خونه کوچیک حسش کنی گیتی. من اونجا هیچ کم بودی و حس نمی کردم. من اونجا خیلی خوشحال بودم. تو شاید فراموش کردی. چیو؟ در حسرت محبت بودی. اما نگران نباش، تو این خونه بی نهایت محبت و احترام نصیبت میشه.
نمیذارم کم بوده این دوتا رو حس کنی. خواهرت خیلی به من احترام میذاره و همینطور مامانت هم خیلی منو دوست داره. من از خودم حرف میزنم گیتی، من تو رو خیلی دوست دارم. آدم ها توی عشق مانند دریا هستن، نمیذارن خودشون و دیگران تشنه بمونن. با این عشق خالی و بیهوده هیچی نمیشه. تو اینو متوجه نمیشه گیتی، یا شاید نمیخوای بفهمی. ازم دور بمونه حرف بزن. اگه ازت دور بشم میتونی بفهمی؟ ستم ہے خدایا کیوں پیار بنایا جو لوٹتے گا.